زندگی نامه هنرمندان. بعد از 11 سال کنار هم بودن، وزنه‌های سنگین هوی متال یعنی متالیکا در بین بزرگترین، بهترین و پرفروشترین بندهای موسیقی دنیا قرار گرفتند. اونا بیش از 100 میلیون آلبوم فروختند و در اوج شهرت در سال 1991 یک آلبوم به اسم خودشون روانه بازار کردند. و همراه بندی که به اندازه خودشون مشهور و معروف بودن یعنی گانز ان روزز تور بزرگی ارائه دادند. اما 8 آگوست در مونترال توری که برگزار کردن برای نفر اول بند یعنی جیمز هتفیلد به نوبه خودش آتشین بود. در طی اجرای آهنگ فید تو بلک، جیمز هتفیلد تصادفاً سر راه یکی از گروه های آتش بازی ثبت شد و درست و به موقع به کارش اومد. اون واقعاً روشن میشد، مثل همون چیزی که خودش میگفت، یعنی مشعل انسانی. سمت چپ بدنش کلاً دچار سوختگی درجه 2-3 شد. جیسون نیوستند گفت بعد از اون حادثه رفت و جیمز رو دید که پوستش مثل اینکه اسید ریخته باشن روش شده بود. حفره حفره شده بود و واقعاً صحنه دلخراشی بود. لحظه مرگ و زندگی برای هتفیلد و مخصوصاً برای گروه متالیکا بود. هیچ کس نمیدونست که آیا مرد اول گروه قادر دوباره به صحنه برگرده یا نه. این حادثه به طرز وحشتناکی غیر عادی بود. هر گامی که متالیکا به سوی شهرت برمی‌داشت با مانع یا شکستی مواجه می‌شد. متالیکا با اومدن لارس اولریچ و در یکی از اماکن ناماشنا برای هوی متال های آمریکا دوباره احیا شد. لارس در سال 1963 و در دانمارک متولد شده تو خانواده ثروتمند. پدرم تنیس باز حرفه‌ای بود و همیشه سراغ موسیقی جاز و هنر بود. در سال 1973 بود که رفتم کنسرت دیپ پرپل. جمعیت خیلی زیادی اونجا بودن که واقعا آدمو غرق می‌کرد. منم یه جورایی از وقتی 9 سالم بود بهش عادت کرده بودم. خیلی موسیقی جذابی بود. من عاشق اون موسیقی بودم. از اون به بعد شد مجنون و دیوانه هوی متال و وقتی 13 سالش شد صاحب یک درام شد. اواخر سال 1970 خانواده اولریچ به لس آنجلس نقل مکان کردند. در اون زمان لارس نوعی موسیقی رو کشف کرد که به زندگیش معنی میداد. وقتی یه پسر بچه نوجوان بود، یکی از طرفدارای پروا قرص موج انگلیسی متال بازها بود. از خلیج غربی به انگلستان پرواز میکرد تا بند مورد علاقهش یعنی دایموند هد رو تماشا کنه. البته اون پشت صحنه کارشو ادامه داد و کم کم از نظرها محو شد و خونه نشین شد. اون توی خونه گیتاریست گروه یعنی برایان تاتلر ساکن شد. لارس همیشه آرزوهای بزرگ تو سرش بود. انرژی فوق‌العاده‌ای داشت و همیشه رک و صادق بود. در سال 1981 طرفدار 17 ساله متال قدم کوچیکی به سمت شکل دادن گروه متال خودش برداشت. از طریق یکی از دوستان مشترک لارس با جیمز هتفیلد گیتاریست 18 ساله آشنا شد. جیمز زندگیشو کاملا متفاوت از لارس شروع کرد. سال 63 تو لس آنجلس به دنیا آمد و خانواده متوسطی داشت. پدرش راننده کامیون بود و وقتی که بچه بود مادر پدرش از هم جدا شده بودند. اون اولین فاجعه ایه که تو خاطرات دوران کودکیم ثبت شده. تو 13 سالگی پدرم بدون خدافظی خونه رو ترک کرد، بدون هیچ حرفی، بدون اینکه حتی یادداشتی بذاره. خیلی خیلی سخت بود. یکی از نکات جالب خانواده جیمز اینه که پدر و مادرش هر دو از مؤمنان مسیحی بودن. خیلی سخت بود وقتی دکترها تشخیص دادن که مادرش سرطان داره. اون اصلا دنبال درمان بیماریش نبود، چون عقیده داشت که در مذهبشون باید چنین دردهایی رو به دست خدا بسپارن. وقتی جیمز 16 سالش بود مادرش از دنیا رفت و قبول نمیکرد درمانش کنه. زندگی خانواده جیمز جلوی چشای اون به ناگهان ویران شد. وقتی همچین چیزایی اتفاق میفته شما همش سعی میکنید بپرسید چرا، ولی به هیچ جوابی نمیرسید. برای همین کلی سوال بی جواب تو ذهنتونه. موسیقی از سنین کم در زندگی جیمز وجود داشت. مادرش خواننده اپرا بود و از جوانی تعلیم نواختن پیانو میدید. از اون موقع بود که درام برادرش رو مینواخت. تو اون زمان من روزنه خوبی بودم برای اون. جیمز از طریق درام به علاقه واقعیش پی برد. شروع کرد به نواختن گیتار و برای بند نوپاش یکم خوانندگی هم میکرد. برای همین به سمت گیتار رفت. با علاقه مشترکی که اونها به موسیقی متال داشتن، در سال 1981 این دو نوجوان تبدیل شدن به دوستا و رفقای صمیمی. لارس درام میزد و جیمز گیتار. اما اگه میخواستن یه گروه تشکیل بدن به تنهایی نمیتونستن. اونا یه آگهی دیگه توی روزنامه ریسایکل دادن و به یه گیتاریست جوان به اسم دیو ماستن برخورد کردن و اولین چیزی که جیمز و لارس رو خیلی تحت تاثیر قرار داد این بود که خیلی ماورای طبیعی فکر میکرد و به آلات موسیقی یه نگاه متفاوت داشت. دیو بی نهایت زیرک بود. اون روک بود و راحت حرفاشو میزد. اصلا نمیترسید و افکارشو میگفت. من از این چیزش خوشم میومد.
جیمز و لارس در سان فرانسیسکو با یه بندی به اسم تروما آشنا شدند که یه نوازنده بیس بی‌نظیر داشتن به اسم کلیف برتون. آدم بی‌قاعده و قانونی بود. یه ژاکت جین با دکمه‌های لینرد داشت و به موسیقی آر‌ای‌ام گوش می‌داد. موزیکی که کسی بهش علاقه ای نداشت. اون یکی از طرفدارای پرپا قرص موسیقی کلاسیک بود، مخصوصاً باخ، و همین موضوع تأثیر زیادی روی بچه‌ها گذاشت. اونا می‌خواستن که کلیف وارد گروه بشه. اون تو سان فرانسیسکو زندگی می‌کرد و میگفت خیلی خوبه که شما بچه‌ها هم می‌خواین بیاین اینجا. منم میتونم بهتون ملحق بشم. جیمز و لارس و دیو با هم دیگه فکر می‌کردن که خب چرا که نه؟ اونا لقب متالیکا رو به خودشون دادن. این گروه جوان شروع کردن به نوشتن و اجرای آهنگ در سان فرانسیسکو. در سال 1982 برای اولین بار آهنگایی که اجرا کرده بودند به بازار عرضه کردند و زندگی جدید حرفه‌ای خودشون رو شروع کردند. اونا هیچ وقت نمی‌دونستند که موسیقیشون اینقدر تاثیرگذار میشه. یه فروشگاه فروش موزیک بود به اسم راکن رول هیون توی منطقه انجی که همه آهنگای جدید و معروف گروه هیوی متال انگلیسی رو داشت. موزیکایی که دیگه هیچ جا نمیتونستن پیداشون کنن. جان و مارشازی شروع کردن به رزرو کردن شوهای محلی، کلاب‌های کوچیک، جایگاه‌های اسکیت بازی، هر جا که به چشمشون میخورد. خیلی ها از سان فرانسیسکو اومدن که هدبند خاصی بسته بودن و میگفتن اهل سان فرانسیسکو هن و با شنیدن موزیک متالیکا واقعا کیف کرده بودن. باید به این موزیک گوش بدین و واقعا محو میشین. دلتون میخواد با اعضای گروه رابطه داشته باشین. اونا هم همینو میخواستن. ما با لارس صحبت کردیم. من بهش گفتم ما 12 تا تک آهنگ ساختیم. چرا نریم بخش شرقی؟ اونا هم گفتن عالیه. همه میریم اونجا. با دورنمایی از اجرای چندین شو گروه متالیکا تصمیم گرفت راهی نیوجرسی بشه. اما جان و مارشا زازولا هیچ وقت فکرش هم نمی کردن چه هیولای سنگین وزنی به زندگی خودشون دعوت کردن. اونا وارد خونه شدن و اولین چیزی که گفتن این بود که بار کجاست؟ چیزی برای نوشیدن هست؟ میتونم بگم در عرض 30 ثانیه بعد از سلام کردن اونا هر کدوم یه بطری مشروب دستشون بود و داشتن یه نفس میخوردن. بعد از اون با هم فکر کردیم که این بزرگترین اشتباه زندگیمون در طول تاریخه. برای نجات دادن خونه از دست رفتارای مخرب گروه متالیکا یه جای دیگه براشون در نظر گرفته شد. ساختمون جدید در منطقه کوینز نیویورک بود. یه جایی برای تمرین موزیسین‌ها. جای خوبی برای زندگی نبود. یه ساختمون قدیمی و اداری بود که مدت‌ها کسی ازش استفاده هم نکرده بود. اونجا کثیف و داغون بود. افتضاح بود. واقعاً وحشتناک. اونا تو اتاق تمرین زندگی می‌کردند و ما شبا که می‌رفتیم خونه، یه توستر روی یخچال داشتیم که با خودمون فکر می‌کردیم ممکنه این بیشتر به درد اونا بخوره تا ما. آخه اونا یه چیزی لازم داشتن تا نوشیدنی‌هاشون رو خنک نگه دارن و هات‌داگ‌هاشون رو گرم کنن. وقتی خونه موسیقی محل زندگیشون شد، شروع کردن به قرق کردن همه شوها که توی خلیج شرقی برگزار میشد. اونا تبدیل شده بودن به اسطوره موسیقی سبک خودشون. همه حرفشون موزیک بود. اون بچه‌ها تو اتاق جمع میشدن، همه دور هم جمع میشدن و با آلات موسیقی کار میکردن. اونا شده بودن بچه‌های جیمز و لارس. اونا این دیدگاه رو داشتن که صدا و لارس خیلی خوب میدونن که چطور با هم تلفیق بشن و شنونده رو میخکوبش کنن. تو گروه های هیوی متال تو اون زمان خیلی گروه های دیگه مثل ونون، مرسیفول فیت، همشون همین مسیر رو عبور میکردن. روح بیمعنای شیطانی و جالب. به نظر میومد که گروه متالیکا قلابی‌اند و همش از آلات موسیقی تصویری استفاده میکنن، ولی در واقع اینطوری نبود. واقعی که واقعی بودن. جیمز آهنگ مینوشت. جیمز خلاقانه تونست تو زندگیش این کارو تجربه کنه، البته به طریقی جالب و زیبا. اون واقعا فوق‌العاده بود توی کارش و من دوستش دارم. وقتی که جیمز نقش آهنگ نویس اصلی رو بازی میکرد، لارس مدیر گروه بود و خواسته های فوق‌العاده ای داشت. اونا داشتن تبدیل میشدن به بزرگترین گروه دنیا و لارس واقعا همه چیزو هدایت و رهبری میکرد. لارس همیشه نقشای بزرگ تو سرش بود. لارس خیلی زود متوجه شد که باید یه کار دیگه هم انجام بده غیر از نواختن و آبجو خوردن. لارس و جیمز به هیچ چیزی اجازه نمیدادن سر راه موفقیت گروهشون سد بشه، حتی گیتاریست اول خودشون. برعکس بقیه اعضای گروه که با خوردن الکل سر حال می‌شدن، دیو ماستن وحشی شد و بدجوری مست می‌کرد. همین موضوع باعث شد که خیلی روش حساب نکنن و کم کم از روی صحنه پایین رفت. لارس و جیمز اومدن پیش من و گفتن میدونی راستش ما نمیدونیم وقتی
میریم رو استیج دیو چی کار کنه؟ ممکنه اون بهترین موزیسین و خواننده‌ای باشه که تا حالا اجرا داشته، اما ما یه آدم نامتعادل تو گروه نمیخوایم. اون ممکنه کارمونو خراب کنه. یه شب اونو از خواب بیدار کردن و گفتن پسر تو دیگه تو گروه نیستی، وسایل تو برات جمع کردیم، برو سوار اتوبوس شو، برو با اتوبوس به یه سفر 4 روزه. این حرف اونا دیو رو شوکه کرد و به حرفاشون حتی شک هم نکرد. هیچ بحثی پیش نیومد، فقط همین که پسرا دیگه با ما نیستن تموم شد. بقیه اعضای گروه همه چیزو برنامه‌ریزی کرده بودن، حتی فکر جایگزینم براش کرده بودن. و روز بعدش کرکمت که گیتاریستی از خلیج شرقی بود با یه پرواز خودشو به گروه رسون. بقیه‌اش هم که تاریخه. خیلی سریع اتفاق افتاد. دیو سوار اتوبوس شد و رفت. پروازش به زمین نشست. در حالی که متالیکا به سمت افتخار می رفت، آینده خود رو به دست سرنوشت سپرد. تک آهنگ سرنوشت. متالیکا با داد و فریاد و دست و پا زدن در سال 1981 در کالیفرنیا به دنیا آمد. زایده افکار دو شخصیت غالب، لارس اولریچ و جیمز هتفیلد. در سال 1983 به نیویورک سیتی نقل مکان کردند و از مکانی در هم و بر هم برای تمرین به کلاپی برای اجرای تک آهنگ رفتند. متالیکا داشت به شهرت می‌رسید، شهرتی سریع و برق‌آسا. متالیکا صدایی خلق کرد که کسی تا به حال خلق نکرده بود. یه جذبه خاصی توی شوهاشون داشتن، واقعا کوبنده بود. اونا فوق‌العاده بودن. اونا قوانین رو شکستن و گفتن می‌خوایم موزیکی بلندتر و سریع‌تر و سنگین‌تر از هر موزیکی که تا حالا ساخته شده بسازیم. و میتونم به جرئت بگم وقتی موسیقی ما وارد بازار شد، همه دنیا به اندازه یک ثانیه میخکوب شده بودن. خدای من، اونا چیان دیگه؟ استیج تاریک تاریک بود و دود از صحنه در میومد و یه دفعه اونا وارد صحنه شدن. همه چیز واقعا بی‌نظیر بود. بی‌نظیر. عالی بود. اما این همه شدت و سختی، ترس و وحشت رو از گروه زدود. ما هم در رو بستیم و گفتیم سلام، ما این گروه رو داریم، این نوا رو داریم، دوست دارین گوش بدین؟ و دو تا آدم خوب و مهربون گفتن بیاین بالا و نواراتونم بیارین، اما بیشترشون راه و اشتباهی میرفتن. راستش میدونین هوی متال هنوز زایده موسیقی راک دهه 80. آهنگی که ضبط کردن سرعتش به دنبال فروش فوق‌العاده‌اش بود. روبرو شدن با طرد شدن از صحنه موسیقی. مدیران متالیکا تصمیم جسورانه‌ای گرفته بودند. اونا اولین آلبوم خودشون رو ثبت و وارد بازار کردند. جوری که من و جان احساسش می‌کردیم، می‌دونید سوال اینجا بود که می‌تونه وارد بازار بشه؟ اونا آهنگ کیل مال رو ضبط کردن، اولین آلبوم برای شرکت مگا فورس. اونا همه چی رو قرض کرده بودن. در واقع اسم اصلی این آلبوم بود Metal Up Your Ass و طرح روی جلد این دست بود که از کاسه توالت در اومده بود. اونا واقعا علاقه نداشتن که اسم آلبومشون این باشه. کلیف برتون میگفت لعنت به اون لعنتی ها، باید همشون رو بکشیم. بقیه اعضای گروه هم میگفتن ادامه میدیم. برای همین عنوان آلبوم همون موند و کیل مال متولد شد. در 29 جولای کمپانی روبه سود مگا فورس اولین آلبوم متالیکا رو منتشر کرد با عنوان کیل مال. زازولاس هم به اونا کمک شایانی کرد تا 20,000 نسخه از این آلبوم رو در دو هفته اول به فروش برسونه. اونا پیروان زیادی برای خودشون دست و پا کردن و یکی از طرفداران اونها از کارمندای الکترا رکوردز بود، مایکل آلاگو. من آلبوم کیل دمالو خریدم و کلی باش حال کردم. میخواستم حتما پیداشون کنم. یه شماره تلفن ازشون گیر آوردم و به لارس زنگ زدم. سلام، من مایکل آلاگو هستم. برای الکترا رکوردز کار میکنم. تازه آهنگتون رو گوش دادم و واقعا جالبه. منو که واقعا شوکه کردی. و لارس گفت خب ما این شو رو توی روزلند اجرا میکنیم. بهتر شما بیاین. متالیکا صورت حسابش رو با دو نفر دیگه که عضو جنبش متال بازها و ساکن رقاصخونه روزلند در نیویورک سیتی بودن تقسیم می کرد. حضور اونها یعنی ساختن گروه و یا منحل کردنش. خب یعنی شما آنتراکس، متالیکا و راون رو داشتین و ما همه بلیط های رقاصخونه روزلند رو فروخته بودیم و اصلا هم انتظار نداشتیم که 3500 یا 4000 نفر برای تماشای اجرای یه بند موزیک چندان هم معروف نبودن جمع بشن. سالون پر شده بود، نمیشد تکون خورد. همه یه گوشه داشتن راجع به متالیکا حرف میزدن. همه اونایی که اونجا بودن میدونستن امشب یه شب واقعا استثناییه. یادمه که جمعیت با تماشای اجرای متالیکا دیوونه شده بودن. 3000 تا دست بالا بود و همشون داشتن سراشون رو تکون میدادن. آره، تمام طول شب.
بعد از اون شو بود که دیوونه شدم، رفتم پشت استیج و دوباره باهاشون حرف زدم، خودمو معرفی کردم. مایکل شو رو تماشا کرد، همون موقع فهمیدیم که کار درست چیه. اونا رو دعوت کرد به دفترش. ببینید من براتون آبجو میارم، با یکم غذای چینی و میشینیم با هم دیگه حرف میزنیم. اون موقع بود که اولین بار قرارداد رسمیمون رو نوشتیم. گروه متالیکا 3 سال با هم بودن تا اینکه در سال 1984 با الکترا رکوردز قرارداد امضا کردند. اونا سومین آلبومشون رو در سال 1986 به بازار عرضه کردند. Master of Puppets نه تنها آلبوم برجسته و موفقی برای متالیکا در حوزه شغلی و حرفه بود، بلکه آلبوم برجسته و بزرگی برای ژانر متال بود. چون این اولین آلبوم واقعی گروه متال بود که در 4 جز 40 موزیک پرفروش دنیا بود. این آلبوم ارزش بزرگی برای گروه داشت. تا اون موقع جز گروه‌های زیرزمینی بودن تا اینکه به چنین موفقیتی دست پیدا کردن. الان دیگه این آهنگ جهانی شده. اعضای متالیکا تبدیل به ستاره‌های راک شدن و به سبک فردی اعضای گروه راک اند رول به بهترین شکل زندگی می‌کردند. اونا یه اسم مستعار برای خودشون انتخاب کردن. اسمشونو گذاشتن الکولیکا چون همش الکل می‌خوردن. اسم مستعار الکولیکا عالی بود. واقعا این اسم برازنده‌شون بود. اونها افتخار می‌کردن. اون موقع اون پسرها شرور و بدنام بودن. هیچ بطری ودکایی وجود نداشت که با اونا رفیق نباشه. خوردن الکل و کارهای دیگه‌ای که انجام می‌دادن مثل جنون و دیوانگی باعث توقف پیشرفت اونا نشد و بی‌محابا به کارشون ادامه می‌دادن. خوردن ودکا و دیوانه بازی و سیاه‌مستی تنها خصوصیت اوناست. برای جیمز هتفیلد الکل فقط برای بازسازی و احیا شدن نبود. جیمز خجالتی نبود، اما با این وجود ترس رو ازش دور میکرد. خجالتی بودنش به خاطر خوردن الکل و از بین رفتن اون بود. موقع اجرای آلبوم کیلم آل همش میگفتیم تو این 20 دقیقه چیکار کردیم؟ بطری کجاست؟ راستش باید آماده میشدم، اینجوری گرم میشدم. پس از 5 سال تلاش بدون وقفه، اعضای 4 نفره متالیکا بالاخره از کسب شهرت لذت و مزایایی هم بردن. اما اونها باید با یک ضربه مهلک و ویرانگر دست و پنجه نرم میکردن. در سال 1986 اونها دوتا آلبوم پرفروش با مشارکت کمپانی الکترا رکوردز به بازار دادند. متالیکا با این دو آلبوم به شهرت رسید. متال داشت رشد میکرد و این پسرام داشتن میشدن پادشاه موسیقی متال. مستر آف پاپت باعث به اوج رسیدن اونا شد. این آلبوم مثل ماهی کوچیکی در دریای توسعه متال بود. تابستان همان سال گروه متالیکا برای تور ملی با ستاره متال آزی آزبورن آماده شد و بعد از اون به اروپا رفت. اونا راهی برای آزی در سال 1986 بودند که آخرین باری که اونا راه رو برای کسی باز میکنن و یا حتی برعکس. حالا این بند در راه پیشرفته و از آلبوم مستر آف پاپتس در اروپا پشتیبانی میکنه و همه از سر کوله هم بالا میرن. خیلی زود لبه ی تاریکی شهرت بهشون نزدیک شد. تور عظیم اروپا تبدیل شد به یکی از دردناکترین تجربیات متالیکا. اونا یه اجرای کوبنده توی سوئد داشتن و مسیری طولانی تا کوپنهاگ دانمارک با ماشین طی کردن تا به شوی بعدیشون برسن. شب قبل از سفر اعضای بند با هم ورق بازی کردن تا ببینن قرعه به نام چه کسی میافته تا توی خوابگاه بخوابه و آسپیک به کلیف برتون افتاد که باید میرفت پیش کرک همت و به اون گفت که قرعه به نام اون افتاده و باید توی خوابگاه بخوابه. اون شب تبدیل شد به بدترین بازی سرنوشت. چون اتوبوسشون تصادف کرد و راننده کنترل ماشین از دست داد. اتوبوس چپ کرد و کلیف برتون از پنجره پرت شد پایین. اتوبوس هم چرخید و افتاد روی برتون. شنبه 27 سپتامبر 1986 تلفنم صبح خیلی زود زنگ خورد. مدیر گروه متالیکا بود که گفت خبر بدی برات دارم و خبرش این بود که متاسفانه کلیف برتون فوت کرده بود. واقعا دردناک و سخت بود. راننده اتوبوس گفت که به یه تیکه یخ برخورد کرده و اتوبوس واژگون شده. گزارش شد که جیمز داشته سرش جیغ می‌زده و میگفته میخوام بکشمت، برای همین هی تو اتوبان یخ زده میدویده بالا و پایین و دنبال اون کوه یخی میگشت که باعث این اتفاق شده بود. بقیه اعضای گروه متالیکا رو با زخم‌های سطحی به بیمارستان منتقل کردند، ولی کسی این واقعه رو سخت‌تر از جیمز هتفیلد و احساسات عمیق اون نمیتونست درک کنه. اونا جیمز رو بردن بیرون چون
جیمز نمیتونست تو هتل آروم بمونه. انگار عصبی شده بود و اونا کنارش موندن و رفتن توی خیابون. اون جیغ و داد میکرد. آره اون داد میکشید و انگار عقلش رو از دست داده بود. مرگ کلیف واقعا جیمز رو تحت تاثیر قرار داده بود. به نظرم برای جیمز انگار یه بار دیگه خانواده‌اش از دست داده بود. آخه اون مرگ خانواده‌اش رو دیده بود و اون مثل برادرش بود. انگار برادرش ازش گرفته بودن. یک روز بعد تک تک اعضای متالیکا از تور برگشتن. همه برگشتن خونه، یعنی سان فرانسیسکو. واقعا غم انگیز بود. واقعا سخت بود. ما همه تو شوک بودیم و باورمون نمیشد همچین واقعی اتفاق افتاده، مخصوصا برای کلیف که به طرز باور نکردنی خونگرم و دوست داشتنیه و روح خیلی بزرگی داره که بالاخره در جایی قرار گرفت که میتونست موسیقی خاص خودش رو به مردم ارائه بده، ولی این بلا سرش اومد که اصلا حقش نبود.